با سلام گرم به شما همراهان برای آزادی زندانیان سیاسی. سهیلا دالمن هستم و با همکارانم در بخش فنی برنامه امروز رو برای شما تدارک دیدیم. این روزها محاکمه سران جمهوری اسلامی در صدر اخبار قرار گرفته. دادگاه حمید نوری، کسی که در کشتار زندانیان سیاسی خصوصا در تابستان 67 در عامل یکی از اون کشتارها بوده، در جریان هستش. و همچنین در لندن انگلیس دادگاهی به نام دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از 19 تا 23 آبان سال 1400 در لندن شروع به کار خواهد کرد. امروز حمید سبیح، حقوقدان و عضو هیئت دادستانی تریبونال آبان، ما را همراهی می‌کنند تا از چگونگی این دادگاه در جریان قرار بگیریم. جناب سبیح، سلام می‌کنم به شما و خوش اومدید به برنامه. درود به شما و بینندگان و شنوندگان شما. جناب سبیح، لطفا در مورد برگزاری این دادگاه بیشتر برای ما توضیح بدید و بر اساس چه مدارک و چه اسنادی این دادگاه تشکیل میشه و آیا این شاهدین در ایران زندگی میکنن، کسایی که در این دادگاه حضور پیدا میکنن، یا اینکه از کشورهای دیگه هم هستن؟ دادگاه مردمی بین‌المللی آبان به همت و پشتیبانی سه سازمان حقوق بشر جهانی، حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با یکدیگر علیه مجازات اعدام ایجاد شده. از من هم دعوت کردن که نقشی در این برنامه داشته باشم. از روز اعلام تشکیل این دادگاه که در آبان سال گذشته بود، در سالگرد کشتار اعلام موجودیت کردیم و از تمام کسانی که به این مسئله علاقمندن دعوت کردیم که اسناد، مدارک و شهادت نامه خودشون رو بدن و شماره واتساپی هم دادیم که چندین بار از طریق تلویزیون هایی که با ایران در تماس بودن پخش شد. بلافاصله 250-300 بار به این تلفن زنگ زده شد و پیغام گذاشتن و یه هیئتی مشغول رسیدگی به مشکلات و دلایل اینها بود و فعلا 130 شهادت نامه تهیه شد. به غیر از یه تعداد معدودیش که از ایران تونستن خارج بشن، بقیه همه در ایران هستن. البته خیلی ما نگران امنیت کسانی هستیم که میخوان شهادت بدن و تصمیمات مختلفی گرفته شده که امنیت اینها حفظ بشه ولی بتونن در روز رسیدگی دادگاه شهادت بدن. در مورد کشتار آبان من احتیاج به توضیح ندارم، کمتر کسی در ایران که اطلاع نداشته باشه چه گذشت در این سه جمهوری اسلامی با خشونت بسیار وحشتناکی تمام تظاهر کنندگانی که بدون هیچ نوع برنامه قبلی، بدون هیچ نوع هم یا توطئه‌ای آمده بودن در خیابون اعتراض بکنن به یک مسئله صنفی بسیار مهمی براشون و اون اینکه نمیتونستن با این افزایش قیمت عجیب بنزین کارشون رو سیب. بنابراین کمتر کسی در این تظاهرات به فکر یا به امید حرکت سیاسی وارد میدان شد. یک حرکت بسیار صنفی و مشکلات اقتصادی بود که مردم با آنها مواجه بود. متاسفانه خشونت عجیبی که رژیم به خرج داد در سرکوب و کشتار تظاهر کنندگان خب حرکت رو تبدیل کرد به یه حرکت سیاسی. حرکت دادخواهی شد، به تعداد زیادی رو کشتن. هنوز که هنوز از جمهوری اسلامی کوچکترین اطلاعی راجع به تعداد کسانی رو که به قتل رسوندن نداده. اونا رو در فشار بسیار زیادی قرار داده و خانواده ها حتی بهشون اجازه ندادن که عزیزانشون رو دفن بکنن، خودشون در جایی که میخوان. بعضی رو در محلهای حدود 100 کیلومتر یا 50 کیلومتر دورتر از محل زندگیشون ناچار شدن دفن بکنن. مشکلات عجیب غریبی به این مردم بیچاره تحمیل کردن که قابل باور نیستش که حکومتی با چنین خشونتی با اسباب خودش رفتار. بله، خب شما توضیحاتی دادین. حالا خانواده جانباختگان
و کسایی که شاهد این اعتراضات بودن چطور میتونن با دادگاه بین المللی مردمی آبان تماس بگیرن و چطور میتونن در دادگاه شهادت بدن با توجه به توضیحاتی که شما دادیم؟ با همون شماره ای که قبلا دادیم که خدمتتون هم دادم، نمیدونم میتونید الان روی صحنه بذارید برای یا بعد از این برنامه بهشون اطلاع بدید، شماره واتساپی هست، حتما از واتساپ فقط استفاده بکنن که جمهوری اسلامی نتونه اون رو بهش دستیابی داشته باشه. و کسانی که شهادت میدن، ما در با تک تکشون صحبت کردیم، بعضی از شهادت هم ثبت کردیم، اسمشون گفته نمیشه، حتی من هم اسم کسایی که شهادت دادن ندارم، تمام اینها رو با حتی رو کامپیوتر هم ضبط نکردیم که مبادا هک بشه. در یه دفترچه شماره هایی که به شهود دادیم با اسامیشون در یه جای محفوظی نگه داشته شده که به دست جمهوری اسلامی نرسه. در مصاحبه هایی که انجام دادیم و ضبط کردیم، از شهود خواستیم که صورت خودشون رو ماسک بزنن، کلاه بزنن سرشون، عینک آفتابی بزنن که شناسایی نشن. و حتی در یه موردی تصمیم گرفتیم که صدای شاهد به خاطر لهجه سنگینی که داشت قابل شناخت بود، اون رو هم عوض خواهیم کرد برای رسیدگی به دادگاه. مصاحبه رو تا اونجایی که بشه سعی میکنیم به طور زنده در روزهای رسیدگی دادگاه پخش بکنیم. البته 10 نفر از شهود ما در خارج هستن و میتونن با آسایش و آرامش شرکت بکنن و اسمشون رو بگن، ولی بقیه همه در ایران هستن. متاسفانه ما ظرفیت اون رو نداریم که تمام کسایی که شهادت دادن رو دعوت بکنیم. بعد از بررسی کردیم حدودا 40 نفرشون رو میتونیم در این جلسه رسیدگی بکنیم و بهشون اطلاع خواهیم داد، کسانی که در رده اول هستند. ولی تمام شهادت نامه ها به دادگاه داده شده، تمام شهادت نامه ها استفاده خواهد شد و در تمام شهادت نامه ها حتی اکثر سعی شده که قسمت هایی که ممکنه هویت شاهد رو مشخص بکنه حذف بشه یا به طور جداگانه ای نگه داشته بشه. بله، ممنون از توضیحاتتون. آیا نتیجه این دادگاه مردمی قدرت اجرایی داره و یا اینکه میتونه به عنوان سندی استفاده کرد در محکومیت جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی؟ مسلما نه، ولی سندیتی داره به همون ترتیبی که شما الان در جریان محاکمه حمید نوری دیدید. در دادگاه مردمی ایران ترایبینال که اون هم به همین ترتیب برگزار شد و من افتخار همکاری با اون رو داشتم، شهود مختلفی آمدن و شهادت دادن، تمام اون ضبط شد، در گزارشی چاپ شد که گزارشش در دسترس همه هستش و در این گزارش اسم حمید نوری یا عباسی ذکر شده به عنوان متهم ردیف 6-3-4 و شاهدی که اسم حمید نوری رو در دادگاه برد. لازمه بدونید که ردیف 6-3-3 یعنی قبل از آقای حمید نوری شخصی به اسم ابراهیم رئیسی، رئیس که یکی از بزرگترین جنایتکاران کشتار 67 بود و همچنان افتخار میکنه به اون و الان رئیس جمهور مملکت هستش. این گزارش ها قوه اجرایی نداره و هر کس هم بخواد بیشتر از این ادعا بکنه اشتباه خطر. و اون چی که هستید، ما این مدارک رو ضبط میکنیم، چندین تأثیر بسیار مهم خواهد داشت. یکی اینکه اگر احیانا روزی باشه که جنایتکاران همونطور که حمید نوری در استکهلم تحت محاکمه و به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر تحت تعقیب هست، از اسنادی که استفاده میشه یکی هم اسناد این دادگاه هستش. ما ببینید که به دفعات دادستان استکهلم اشاره کرده به گزارش ایران ترایبینال و این در دادگاه های دیگه هم تکرار خواهد شد. هیئت دادستانی در حقیقت
فقط وظیفه‌اش این هستش که مشخص بکنه چه جرائمی قابل انتساب به این مجرمین هستش. عملا ما در موقعیتی نیستیم و قدرت اجرایی و ضمانت اجرایی نداریم که بگیم که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور محکوم به همچین جنایتی شده، ولی ذکر میکنیم که کارهایی که انجام داده و تخلفاتی که کرده و مسائلی رو که ابراز داشته و به اون اقرار کرده در حکم جنایت علیه بشریت و تصمیم گیری نهایتاً با دادگاهی است که بتونه صلاحیت و قوه اجرایی داشته باشه. ولی اسنادی که ما جمع آوری میکنیم در این مسئله نقش مهمی خواهد داشت. علاوه بر این من بگم یکی از مهمترین مسائلی که جمهوری اسلامی رو به اینجا کشونده که با چنین خشونتی رفتار بکنه با فتوا خودش، مسئولیتی است که رهبران این جمهوری و کسان و عاملین اونها که این جنایت را انجام میدن دارن در مقابل قانون. قانون در جمهوری اسلامی از یک طرف اگر متوجه شهروندان عادی باشه با شدت و خشونت کامل اجرا میشه. شما کافی روسریتون رو در ایران بردارید و به 4 سال زندان محکوم بشید. کافیه که یک کلمه علیه جمهوری اسلامی صحبت بکنید به عنوان تبلیغ علیه رژیم محکوم بشید. ولی اگر جزء عاملین رژیم باشید، آدم بکشید، قتل بکنید، دزدی بکنید، هر کاری بکنید، مسئولیت دارید. هیچ کسی به شما حرفی نخواهد زد، حتی پرونده‌ای برای شما تشکیل نخواهد شد. در موارد معدودی هم که یک همچین پرونده‌ای تشکیل شده دیدیم که به هیچ جا نرسید. هیچ یک از این عاملین جنایت به جای نرسید. امیدواریم که دادگاهی مثل دادگاه آبان با ذکر جرایم و جنایاتی که انجام دادن این تصور مسئولیت همیشگی رو از بین برداره. اسم 133 نفر رو ما به عنوان عاملین این جنایت ذکر کردیم که از رهبر، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و دیگران شروع میشه و غیر از کسانی که عضو دولت هستن و در این کار مسئولیت مشترک داشتن، فرماندهان سپاه در شهرهایی که از شهادت نامه داریم ازشون، فرماندهان بسیج، فرمانداران شهرهایی که در آن کشتار انجام شده یک به یک اسم برده شده، برای همشون یک اخطار فرستاده شده به آدرس رسمیشون در فرمانداریشون یا در مقر سپاه در هر جایی که ایران در ایران هستن و دعوت شدن که در این دادگاه شرکت بکنن، وکیل تعیین بکنن، از حقوق خودشون دفاع بکنن، کاری که هیچ وقت جمهوری اسلامی برای اتباع خودش قائل نشده. همه اینها حق دارن که در این جریان شرکت بکنن و سند بدن، مدرک بدن، دلایل براعت خودشون رو بیارن و امیدواریم که این حرکت و به خاطر اینکه در تمام الان تمام این 133 نفر این اسناد به دستشون رسیده چون در به محل رسمی کارشون فرستاده شده، مثلا من ثبت شده به عنوان نامه وارده، کد بایگانی خورده، کد چندین نفر این نامه ها رو دیدن و دیگه این کار رو ممکن نیستش. امیدواریم که اینها بتونه نقشی داشته باشه در اینکه مسئولین این رژیم رو به این تفکر بندازه که این دادخواهی ها ممکنه به نتیجه برسه و یه روزی خودشون پای میز محاکمه نشسته باشه. با تشکر از حضور شما جناب صبی و امروز با ما با بینندگان ما همراه بودیم. یک بار دیگه از حضورتون در برنامه‌مون تشکر میکنم. به همه شما درود میفرستم و تشکر از زحماتی که میکشید. بله، گفتگوی من رو با جناب حمید صبی شنیدی در مورد برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، با امید اینکه این دادگاه همچنان مثل دادگاه حمید نوری کمک کنه که سران جمهوری اسلامی که در کشتار مردم، در کشتار اعتراضات آبان ماه نقش داشتن و همچنین نه تنها در کشتار اعتراضات آبان ماه بلکه به خاطر 42 سال جنایت علیه مردم به پای میز محاکمه دادگاه های بین المللی کشیده بشه.
در رابطه با برگزاری دادگاه مردمی آبان گزارشی داریم از شیوا محبوبی که در مقابل این دادگاه که قرار دادگاه مردمی آبان برگزار بشه تایید کرده. بریم و این گزارش رو با هم ببینیم. سلام، من شیوا محبوبی هستم، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. امروز به این ساختمون در مرکز شهر لندن اومدم که یک بازدید مقدماتی داشته باشم، چرا که قرار یک اتفاق بسیار مهم بیفته و اون اینه که در ماه آبان ماه قرار دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برگزار بشه. همین الان تصاویری که مشاهده میکنین در واقع از دادگاه مردمی است، از مردم ایگورهای چین که دارن شهادت میدن و کسانی که در دادستانی هستن صحبت میکنن. همین چند لحظه پیش در جلسه همین دادگاه بودیم و هنوز ادامه داره. همینطور با آقای حمید سبی ملاقات کوتاهی داشتم، ایشون یک حقوقدان هستن و همینطور عضو هیئت دادستانی این دادگاه حسن و قرار عضو هیئت دادستانی دادگاه آبان ماه باشن. جهت اطلاع شما عزیزان، دادگاه مردمی آبان ماه در واقع دادگاه دادخواهی کشته شدگان و زندانیان آبان 98 هست که قرار در تاریخ 10 تا 14 نوامبر 2021 برابر با 19 تا 23 آبان ماه 1400 در همین مکان برگزار بشه. قرار تعداد زیادی از ایران، از خونواده ها، از جان به در بردگان شهادت بدن. همینجا به نوبه خودم از تک تک شما دعوت میکنم که از هر طریق ممکن در این دادگاه حضور داشته باشید، چرا که برای عموم این دادگاه باز هستش و میتونیم ثبت نام کنیم. این دادگاهی هستش که همه با هم صدای دادخواهی آبان ماه هستیم، صدای کسانی هستیم که جانشون را از دست دادیم دادن و صدای خونواده هایی هستیم که عزیزانشون رو در آبان ماه از دست دادن. پس با هم در همین دادگاه صدای دادخواهی باشیم. بار دیگر شاهد جنایت دیگر از جمهوری اسلامی هستیم. میرزا محمد حسین پناهی همزمان با سومین سالگرد اعدام فرزندش رامین حسین پناهی پس از انتقال به بیمارستان که به کما رفت و چشم از رحم فرو بست، چهارشنبه 24 شهریور ماموران وزارت اطلاعات پیکر پدر رامین حسین پناهی را از بیمارستان توحید سنندج رو بودند. ماموران از ترس تجمع و اعتراض مردم قصد داشتند شبانه و بدون حضور مردم پیکر او را به خاک بسپارند، اما مردم با تجمع خودشون تونستن پیکر میرزا را پس گرفته و در عمل تصمیم ماموران وزارت اطلاعات رو با شکست روبرو کنن. و متاسفانه ما میبینیم همچنان که ما هم بیخبریم از جایی که رامین حسین پناهی، زانیار مرادی، لقمان مرادی رو 3 سال پیش اعدام کردن و هنوز از محل دفن اونا خبری نیست. و این بار هم شاهد بودیم که جمهوری اسلامی تصمیم داشت پیکر پدر رامین حسین پناهی رو بدون خبر مردم، بدون در جریان گرفتن خانوادهش شبانه و مخفی، ترس از مردم، اعتراض مردم به خاک بسپارن. و این بار شاهد بودیم که مردم حضور پیدا کردن و اجازه ندادن و عملا اقدام جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعات رو با شکست روبرو شد. در همین رابطه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اطلاعی رو صادر کرده که با هم این اطلاعی رو مرور میکنیم. با کمال تعصب میرزا محمد حسین پناهی در بیمارستان توحید شهر سنندج درگذشت. آقای حسین پناهی پدر رامین حسین پناهی بود که در طول این سالها خود و اعضای خانوادهش مکررن تهدید و دستگیر شده و چند عضو خانوادهش رو از دست داد. علی‌رغم تمام فشارها آقای حسین پناهی و دایه شریفه مادر رامین حسین پناهی همچنان به اعتراض به زندان و اعدام ادامه دادند. خانواده حسین پناهی اعلام کردند که ماموران اطلاعاتی پیکر او را بدون اطلاع خانواده از بیمارستان ربودند و قصد داشتند شبانه و مخفیانه او را دفن کنند، اما مردم در مقابل این اقدام رژیم ایستادند.
این رژیم جنایتکار از وحشت اعتراض مردم مذبوحانه تلاش کرد تا خانواده حسین پناهی از حق دفن پدرشان محروم کرده و به این طریق شکنجه بیشتری را به این خانواده تحمیل کند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی صمیمانه به امجد حسین پناهی، دایی شریفه و سایر اعضای خانواده حسین پناهی تسلیت می‌گوید. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که صدای خانواده‌های زندانیان سیاسی را به گوش دنیا رسانده و تمام توان خود را در راه دادخواهی این خانواده‌ها به کار برده و خواهیم برد. بله، به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های برای آزادی زندانیان سیاسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما در آخر برنامه توجه شما را جلب می‌کنم با آدرس‌های تماس با ما در ارتباط باشید. نکات و پیشنهادات شما کمک میکنه در بهبودی برنامه ما. این برنامه متعلق به شماست. تا دیدار دیگر، اوقات خوشی را برای شما عزیزان آرزو مندم.